چه به عنوان یک بالغ ما مدل تفکرمون و مدل باورسازیامون و مدلی که مسائل رو در کنار هم میگذاریم خب یک حالت بالغگونه میگیره و اون چیزیه که صدا میکنیم critical thinking، یعنی طریق فکر کردنمون هم متفاوت میشه با اونی که حالت افسانه‌ای داره. و در این زمانه که میبینیم با اینی که به عنوان یک انسان خیلی موقع‌ها دیگه بخش‌هایی مثل مسائل علمی و بخش‌هایی رو که در زندگی مجبوریم کاربردهای اساسی داشته باشه رو باید از این مقدار فکر منطقی و طریق اینی که چجوری بررسی میکنی مسائل منطقی رو بریم جلو، یه قسمتی از وجود ما هنوز وقتی که میترسه، وقتی که یک اتفاقی میفته براش که احساس میکنه کنترل نداره و عدم کنترل براش به وجود میاد، برمیگرده به قسمت مید برین، یعنی برمیگرده به قسمت که شاید بگیم بقیه حیوانات هم دارن و حالت غریزه‌ای، و از اون جایگاه غریزه‌ای باز انگار برمیگرده به یک قسمتی از مغزش که میره توی اون فضای افسانه پردازی و اون زمانی که کوچیک‌تر بوده و اینها رو در کنار هم میذاشته که بتونه یه مقداری به خودش آرامش بده. شما اتفاقا خودتون این تحقیقات رو برای من لطف کرده بودین و ایمیل کرده بودین، تحقیقاتی هست از Scientific America که حتی گزارشش در اونجا اومده، گزارشش اومده که 6 تا از روانشناسانی که داشتن این تحقیقات رو انجام میدادن، یکشون از جنیفر ویتسون از یونیورسیتی آف تکساس مال آستین تکساس و کسی دیگه از نورث وسترن یونیورسیتی دکتر آدم گالینسکی، اینها با هم دیگه تحقیقات رو به وجود آوردن و متوجه شدن که زمانی که در این تحقیقاتی که انجام میدادن به وجود آوردن که اون اشخاص احساس عدم کنترل میکردن، خیلی راحت بر میگشتن و داستانهایی میساختن، افسانه های اون لحظه میساختن که کمک بکنه به اینی که اونها رو برگردونه به شرایط موجود. حالا مثلا میتونیم خودمون هم نگاه کنیم که وقتی که ممکنه زلزله بیاد، ممکنه همین مسائل که اتفاق میفته، هر کدوم اینها رو در شرایطی ما شروع میکنیم افسانه سازی و دلایلی رو برای این مسئله به وجود میاریم و حالا دیگه مشخصه که این کار رو ما داریم انجام میدیم. در نتیجه میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که کجاهاست که مدل فکر کردن منطقی و critical thinking یا خردگرایی یا از طریق خرد تفکر رو به وجود آوردن کمک میکنه به زندگی ما و کجاهاست که کلن و غالباً داره اون نیازهای ما افکاری رو بر ما به وجود میاره که بیشتر در کنار افسانه هاست و اون افسانه هاست که حتی میتونه به خرافات گرایش پیدا کنه. به حال همونطور که شما اشاره کردین، مسئله مهمی که هم این تحقیقات و تحقیقات دیگر نشون میده این هستش که مغز انسان آماده تر برای این هستش که به یک چیزی باور داشته باشه تا استدلال بکنه، به خاطر اینکه باور کردن چیزی راحت تر از استدلال کردن و از طریق استدلال کردن چیزی رو به دست آورده. حالا به خصوص که اگر بخواید چیزی رو شما نقادانه و با یک اندیشه نقاد، نه یک اندیشه که همراه با باورمندی بدون نقد هست قبول بکنه. حالا نوبتی که مسئله که اینجا مطرح میشه و من میخواستم نوبت رو بدم به این قضیه مهم که در این شرایط، همونطور که شما به درستی اشاره کردین که ممکنه برای بعضی بزرگسالان بعضی از باورهای بچه‌ها مسخره به نظر میرسه، در چه شرایطیه که الان در این دنیایی که هنوز خوشبختانه گوناگونی وجود داره، درش فرهنگ‌های مختلف هست، باورهای مختلف هست، چرا هر گروهی احساس می‌کنه باورهای خودش درسته و گروه دیگر هستش که اتفاقا باورهای عجیب غریب داره احیانا، و اینا منشأش از کجاست؟ من بیشتر از اون که به منشأش اشاره کنم، می‌خوام اشاره کنم به این مسئله که توجه داشته باشیم که اصولاً
در دو نظام فکری که وجود داره، یعنی یک نظام فکری خردگرای عقل ورز، اندیشه ورز، دانش ورز، دانشگرای مبتنی بر اندیشه نقاد که مبتنی بر یک پایه علمی است، شما در اون رهیافت، در اون نگاه به مسائل اجتماعی همیشه به دنبال یافته هایی هستید که بر اساس اون یافته ها و بر اساس جمع کردن اون یافته ها و کنار هم دیگه قرار دادن قطعات این یافته ها، درست مثل یک پازلی که وجود داره، بتونید به اون حقیقتی که در ورای تمام رویدادهایی که داره اتفاق میفته برسین. این یک نوع رهیافت علمی میشه. بنابراین شما در یک رهیافت علمی، در یک رهیافت خردگرایانه اندیشه ورز علمی، شما به دنبال تکه های این پازل میگردید تا بتونید به حقیقت برسید. این چیزی است که به نظر من حلقه گم شده است که داره در دنیای امروز بیشتر و بیشتر نایاب میشه. برعکس اون، نوع رهیافت و برخورد باورمندانه با مسائل پیرامونی مونه. و اینجاست که به نظر من بسیاری از اختلافات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در بین انسانهای مختلف و حتی بین خود آدمهایی که دارن جامعه رو میسازن به وجود میاد. و اون جایی است که در یک رهیافت باورمند، یعنی کسانی که باورمندن به یک مسئله ای، معمولا این باور از اونجا ناشی میشه که من یا فرقه من یا گروه من حقیقت رو میدونن چیه، من میدونم حقیقت چیه و هر چیزی که دارم پیدا میکنم در مسیر زندگیم، در راه زندگیم، هر قطعه‌ای که پیدا میکنم برای این هستش که من رو برسونه به اون حقیقتی که من باور دارم، نه حقیقتی که دیگران باور دارن یا نه حقیقتی که به طور واقعی و عملا وجود داره. بنابراین شما در ذهن خودتون یا اون ذهن جمعیمون یک حقیقتی رو درست کردیم که فکر میکنیم که فقط اون حقیقت رو ما داریم، بقیه ازش بی بهرن و از اون به بعد هر اتفاقی که داره در زندگیمون میفته برای این هستش که نشون بده که اون حقیقتی که ما فکر میکنیم حقیقته درسته. و این اینجاست که به نظر من منشأ همه اختلافات میشه، به خاطر اینکه شما برای خودتون یه حقیقتی رو تعریف میکنید، من هم یه حقیقت رو، و هر کدوممون هم فکر میکنه حقیقت من درسته و دیگری داره اشتباه میکنه و عقاید و باورهای شما مسخره است حتی یا غلطه و شما هم همینطور. مثلا من یادمه که یه بار ما با هم داشتیم گفتگوی میکردیم و این صحبت خیلی جالبی به من گفتین که دیدگاه منو خیلی تغییر داد و اون این بودش که ممکنه که مثلا من به عنوان یک شخصی که فکر میکنم خب روشن فکرم، فکر میکنم که فکر باز دارم و دارم استدلال میکنم، ممکنه که در کنار کاری که دارم انجام میدم از 6 تا کتابی که خوندم این 6 تا استدلال هایی رو میارم در کنار هم میذارم، یک کلاف سرگمی واسه خودم درست میکنم، خوشگلش هم میکنم و بعد یک تئوری واسه خودم میدم بیرون و خب این شد تئوری من. من درست یادمه که داشتم صحبت میکردم با شما و این گفتارها رو که داشتم، شما برگشت یه بار از من پرسیدین که خب کجای این مسئله وصل میشه به واقعیت علمی که امروز هست. و این خب خیلی اون اوائل من یادمه که تکان دهنده بود برای من، برای اینکه خب من فکر میکردم که تمام باورها و یا اطلاعاتی رو که داشتم مثلا در بر میگرفتم به خاطر مسائل علمی بود و از کتابهای متفاوت داشتم میآوردم. ولی گفتار شما این رو برای من باز کرد که با اینه که من دارم اطلاعات رو از قسمت‌های مختلف دنیا در بر میگیرم، حالا تجربه خودم هم در کنارش، یعنی یه سری اطلاعات ممکن است تحقیقات بیرون، ممکن است کتاب‌ها داشته باشم، یه سری هم خودم تجربه کردم در زندگی و بعد اینها رو میاردم در کنار هم و یک فلسفه واسه خودم درست میکردم. و بعد شما چیزی که ازتون یادمه گفتین که این فلسفه‌ای که تو درست کردی و تفاوتش با این جریان شبه علم و علم این میبود که اگر یک مسئله علمی باشه
ممکنه از اینجا داره شروع میشه که خب یک نفری یک هایپوتزیسی درست بکنه.